و نگران من اینه که نگرانی من از اینه که همون جوری که از عبدالله پرسیده شد چرا تاهره رو کتک میزنی خیلی راحت توجیه کرد که تاهره رفته بود سوار موتوره پسر شده بود و پسرم پسره یه بد اخلاقیه و اگه میبر تاهره را سر میبری چیکار کار میکردم من کتکش زدم اینجا یه چیز خیلی مهم و خطرناکه اینه, اینه که عبدالله هر موقع بدونه کجایی که به ضررش به از دین و از حرف ناموس استفاده کنه برای کتک زدن تاهره سریع توجی کرد قانه کرد ولی یکی مثل من که قانه نشد که این سواره موتور یه بچه شده بود و اینو اگه میبرد اگه میبرد میکشتش من چیکار میکردم یه روزی میاد عبدالله تاهره رو میکشه بعد اگه ازش بپرسن چرا کشتیش میگه که با یه نفر رفته بود و زنا کرده بود یا یه نفر بهش تجاوز کرد کشتش و من در ویدیوهایی در ویدئویی که عبدالله هست عبدالله میگه اگه بتونم میخوام یه بیوه زن بگیرم دنبال یه بیوه زن میگردم که بیارم تاره رو جمع کنه عبدالله اگه اون خونه رو به نامش کنید یک ذره پول داشته باشه یک زن دیگهم خواهد گرفت اون وقتی که دیگه واقعا چه جوری بگم با این حرفاش چهره واقعی عبدالله شناخته شد گفت که اگه پول داشته باشم میخوام یک بیوه زن بگیرم از تاهره نگهداری کنه منم میذاره مغزم راحت بشه در صورتی که دروغ میگه اگه میخواد یکی رو بگیره باز به خاطر حبسای خود تنب و طلبی خودش نه به خاطر کارای خونشون برادرش داره انجام میده نگرانی من از اینه که یک روزی عبدالله طاهره رو خواهد کشت و وقتی ازش بپرسید قانون افغانستان که ضد زن واقعا زن ستیزه عبدالله وقتی بره بگه زن من بود و زن من با یک نفر رابطه ی جنسی داشت قانون بهش حق میده همونجوری که تاره گفت میخوام لاک بزنم گفت اسم لاک نیار بذار اینجا ناخوناتو نکشن اینجا ایران نیست عبدالله طالبه چرا در مسجد راش نمیدن از همزایه ها بپرسید واقعیتو مردم محترم من اگه میتانستم واقعا در افغانستان میومدم من به خاطر کرونا فعلا نمیتونم و واقعا نمیتونم شماهایی که هستید فقط در کامنت ننویسید آره راست میگه آره دروغ تایید نکنید پاشید برید اگه یه کسی واقعا یه کسی که را میخواد بیفته بره با آقای نظری هماهنگ کنه حتی هزینه رفت و برگشتش رو من میدم بره با بره ببینه چه خبره بره تاهره رو ببینه از نزدیک شعار ندید این مرد خطرناکه این مرد میگفت من میخوام یه بیوهزن بگیرم تاهره رو جمع کنه و وقتی که آقای نظری پرسید چرا کتکش زدی مرد مؤمن کتکش نزن گفت که آقای نظری من خونه نبودم رفته سواری ماشین شده رفتم آوردمش اگه میکشتش سرش میبری چی یعنی با چهار تا کلمه حرف همه رو قانه کرد که کتکش زدم به خاطر ناموسم بوده و یه کیلی زدم چقدر اشک دادم چقدر ازش معذرت خواهی کردم دروغ گوه حق باز اشکایی ریختی که همون اشکایی که با اون اشکات پدر ساده تاهره رو فریب دادی در این شکی نیست که پدر تاهره ساده است بدی فرزندش رو نمیخواد ساده است از حق خودش دفاع نمیتونه بکنه معلومه و تو اومدی این پدر رو وقتی که قشنگ فهمیدی سنجیدی ترازو کردی سبک سنگین کردی این پدر چجوریه چی فهمیدی چیزی دستش بر نمیاد پسر نداره پشت نداره تنهاست با یه مادر پیر کتکشون زدی توی خونش موندی سو استفاده جنسی تم کردی عبدالله یادت میگفتی من از زندان اومدم بیرون پنجاه میلیون تومن پول بردم خرج تاره و خانوادش کردم یعنی پدر تاره تاره رو به من فروخته شواهد از جدا از اون زن و پدر تاهره خیلی دیگه هستن که شاهدی بیان بدن حتی همسایه های تاهره پیام دادن. حتی با کسایی که در کمپ بودی در ارومیه رفتار تو رو میدیدن با تاره حتی اونجا هم از شعبت شیطانی دست بر نمی داشتی در اونجا در اون کمپ باز به رابطه جنسی حتی با کتک زدن تاره در اون جمع شبا انجام میدادی تو انسان نیستی حالا میخوای بیوزن بگیری واقعا ناراحت کننده است واقعا قلب من داره آتیش میگیره من اگه میتونستم میومدم تنها به خاطر کیس تاهره کیس دیگه هست مادره هستن برای دختراشون عشق بریزن ولی تاهره کسی رو نداره یه پدر داره که ازش دوره یه پدر ساده که دستش به هیچ جا نمیرسه که فقط تنها فریادش یه دوربینه که حقایق و برملا کرد مردم به داد من برسید حداقل دخترم بیشتر از این مورد ظلم قرار نگیره عبدالله یه روزی میاد تهاره رو میکشه و میدونه خلق افغانستان حکم افغانستان اسم زنا و ناموس میبره سری تبرعه میشه چیزی که به قول خودش میگفت من در زندان خیلی چیزا یاد گرفتم یکی نگاه کنه میفهمم چه کار است عبدالله بلده به قول خودش یکی نگاه کنه چه حرفی رو بزنه قانعش کنه ولی برای آدمای ساده نه برای امثال من عبدالله تو به یه روزی میرسه که تاره رو میکشی اون وقت میگی رفت زنای زنا کرد یا بردن تجاوز کردن و کشتنش چون زندانیش کردی تو آیا شد در عید که به همه سلام و احوال پرسی فرستادی برای دوست همسایه و دوست نمیدونم چی آیا گفتی عید بر فرزندان من مبارک باد بر دختران من اسمی ازشون نبردی پس چجور الان میگی من برای اینا هم مادرم هم پدرم هم دیک میپزم دیک میپزی چون که تاره رستن سیزده سالگی بردی پنج سال در اونجا بستی تاره میخواد چجوری دیک درست کردن یاد بگیره تاره رو حبس کردی میگه شبا من میخوام یه آهنگ با موبایلم بذارم موبایل ازم میگیره کتکم میزنه تو فرزند دو سالت و سه سالت و کتک میزنی صلاح نیست اون دختر بچه رو تو به پوشک کنی براش پوشک ببندی و یا برادرت سلا نیست عبدالله من تو رو سلا اصلا نمی بینم تو خیلی خطرناکی حالا هم میخوای خونه رو به نامت بزنن در اونجا یه زنی بگیری میگیری همین کار رو میکنی شا... حرف من برای مدرک و سند میمونه روزی میاد که عبدالله یه زن دیگه میگیره میگه من شیرم من تواناییش من پیر نیستم عقلتو عقلت عبدالله عقلت عقل تو آیا عقل داری؟ پدرتو و پسرتو در مشهد به نام محمد کتک زدی بیرون کردی که اومده بود پیش تو به همون خاطر محمد تو رو تو خونه را نداد با پسرت مشکل داری دختران اصلا نمیخوان بگن تو پدر مایی برادر بیچاره تو پیچکاری میکنی که فقط دو روز دو روز بخوابه داروهایی که داری بهش میدی سر خود میدی چون همه رو خود داری استفاده میکنی اون خونه رو کسی به نام عبدالله نکنه تاهره رو بیاری در آب کابل کرای خونه براش بگیرید تحت درمان قرار بگیره تا وقتی که حال رویش خوب میشه من گفتم تاهره باید از عبدالله با فرزنداش از عبدالله جدا بشن دیگه تجاوز بسه دیگه همه میدونیم اگه مردم عزیز افغانستان اگه تا امروز نمیدونستید حقایق رو نمیدونستید و همه در دوگانگی بودید حالا که از طریق پدر تاهره همه چی برملا شده و همه چی رو خودتون میدونید و شنیدید با گوشای خودتون لطفا الان دیگه صلاح نیست تاهره با اون زندگی کنه چون تاهره درکی از رابطه و بودن با این مرد نداره روز به روزم حال روحیش بدتر میشه به روزی کشیده میشه که تاهره واقعا دیوانه بشه الان داره روز به روز داره حالش بدتر میشه دیوانه بشه اون وقت عبدالله رهاش میکنه میگه دیوانه است نمیتونم کنترلش کنم تا زمانی که برای عبدالله جذابیت داره از نظر جسمی و جنسی ازش استفاده میکنه بعد اون رهاش میکنه و به قول خودش میخواد بره یه زن بگیره سواب کنه مثل تاهره رو که گرفت سواب کرد میخواد بره یه سواب دیگه هم بکنه خیلی حرف میزنه اصلا ازش میخوای بپرسی عبدالله این رنگ لباس خوبه لا لا الله من در سر سرک خیر کردم و من برادرم را نجات دادم و من جان خودم رو فدا کردم من زندگی خودم رو فدا کردم بس دیگه بس آقای عبدالله آقای نظری به همکارانتون شما نگید ما نظری نمیدیم شما هم نظر بدید شما کارتون زمانی قشنگه که تنها نرید پول بدید دست یکی و بیایید زمانی قشنگه که دنبال کار میرید به ناموس یک افغان اهمیت میدید به ناموس یک فارسی زبان اهمیت میدید اون زمان کارتون قشنگ تره. اون زمان من بیشتر به شما ایمان دارم و امثال من که آقای نظری تنها نمیره پول بده و بیاد بیرون میخواد بدونه در اون خونه چه خبره به داد یک نفر شاید خداوند شماها رو رسونده باشه که تاهره رو نجات بدید کسی که پنج سال در بنده تاهره تا از دست این مرد کشته نشده و فردا انگ بیناموسی بهش نزده مثل باری که تو زده بود توی دوربین میگفت تن فروش بوده و بود. سر سرکا گدایی میکرده من نجات تاره مگه گدایی نکرد تارم میگفت آره گدایی کردم شادم در کابولی که دو بار خودش آورده برده فرستادتش گدایی به خاطر اینکه در ذهن تاره فرو برشون تاهره یه چیزی رو که جلو چشمش انجام بدی همونو میگه الان برده با پول مردم براش دو تا علنگوه گوه و اینک خانم دکتر خانم دکتر میگه چیز اینم به آقا عبدالله که به وابستش کنه و حتی پسر تاهره به عبدالله میگه آقا عبدالله پسر خیلی باهوشی داره تاهره پسرش خیلی باهوشه دخترش خیلی خوشگله دخترای بچه های نازی دارم من اصلا از دور که میبینم واقعا دوست دارم بچه ها بودن و بغل در بغل میکشیدم این بچه ها رو کاشکی بود تاره میومد در خونه من زندگی میکرد از بچهاش نگهداری میکردم واقعا دارم جدی میگم ناموسه من دارم درد میکشم خود من یه دختر یه سال و نیمه دارم دختره کوچیک دارم میفهمم یه بچه کوچیک چقدر نیاز به مراقبت داره الان اون دختر تاهره چقدر نیاز به مراقبت داره اگه ادرار سوختگی پیدا کنه این مادر باید به تن بدن این بچه پماد بزنه دخت... این بچه را با آب گرم بشوره آیا کسی میتونه ما ما که زن بزرگ هستیم بریم در اون خونه یک روز بخوایم لباسامون رو عوض کنیم نمیتونیم از سر ما اون دختر چهار ماه چجور در اون خونه تر خوش میشه چجور عوض میشه اگه ادرار سوختگی پیدا کنه کی به این پماد میزنه روزایی که مراسم دا این من دارم میبینم این دختر داره گریه میکنه من چون مادرم میدونم این دختر شاید ادرار سوختگی شاید سوخته داخل جسم و جان این دختر سوخته و نیاز به کرم و پماد داره شاید گش نشه فقط یه شیر درست میکنن تن دهن این بچه میدن دستاش بیرون یخ پاهای بدون جورا فقط یه پتو دور بچه هست عبدالله جنایتکار جنایت کردی دوتا فرزندم درست کردی تاهرم بیچاره کردی اگه تاهره کنار پدرش میموند الان در همون ایران همسایه ها مواظبش بودن همون خانم باران مواظبش بود همون پدرش بود خرجش رو میداد الان از نظر روحی روانی بهتر شده بود جنایت بسه بیای نه به جنایت بگیم بیای یک هشتک را بندازیم هشتک دادخواهی برای طاهره که واقعیت رو بشه